به قسمت دوم برنامه خوش آمدید. در این بخش با بررسی یکی دیگر از برازندگی های علمی استاد شهید در خدمت شما هستیم که زیر غبار حوادث تا اکنون پنهان مانده است. این برازندگی علمی استاد شهید همانا طرز نگاه ایشان به دین و برداشت هایشان از نصوص دینی است. اصلا دین در نظر او تعریف متفاوتی داشت. قرائت استاد شهید از دین یک قرائت اعتدالی است. قرائت اعتدالی به چی معنا؟ به این معنا که هیچ وقت در برابر پدیده های جدید عصر از خود واکنش منفی نشان نمیده و پدیده های جدید عصر حاضر را در روشنایی فلسفه احکام اسلامی، در روشنایی حکمت و حکمت و فلسفه اندیشه اسلامی همگی را به تحلیل میگیره و برای هر کدامی جوابی که هم منطق او را قبول میکنه هم راه حلی برای قضایای عصر جدید هست در چوکات ازی ای گپا را به حلش میپردازه. بنابراین قرائت استاد شهید یا به تعبیری که شما در اینجا کردین که بازسازی اندیشه دینی از نظر استاد، یعنی در حقیقت اسلام را به گونه ای که اسلام خود را معرفی میکنه که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اسلام را به حیث یک دینی رحمت، یک دینی تسامح، یک دینی که با عقاید مخالفین این دین سری سازش داره، یک دینی که با حقوق بشری که امروز مطرح است مخالفتی با او در اکثریت قضایایش که واقعا اونها هست با او هیچ مشکلی نداره و همچنین با موضوع ای که آیا امروز میتونه برخلاف ظاهری ها که اونها به این باور هستن که زن حق کار نداره، زن نمیتونه انتخاب خود را بکنه، زن نمیتونه در کاردار انتخاباتی شامل شوه و امثال از این مسائل، اینجا در روشنایی آیات قرآن کریم و سیرت حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایگپا در قرائت اعتدالی همگیش محل اعراب خاص خود را داره و میتونه به این مشکلاتی که فعلا تعدادی از مخالفین اندیشه اسلامی مطرح میکنند و اسلام را در برابر این قضایا به اصطلاح فاقد سوال و فاقد جواب میدانند، این قرائت را به اصطلاح ثابت میکنه که اسلام با خواسته های عصر جدید جواب مثبت میده و این خواسته ها را با سینه باز و این پرسش ها را با سینه باز استقبال میکنه، با پیشانی باز استقبال میکنه و برای هر کدامش جواب خاصی خدا داره. شهید استاد ربانی به حیث یک تعلیم یافته، یک سطح بسیار بالا، کسی که در سطح متفکرین اسلام قرار داشتن، اینا کسی بودن که به اسلام به حیث یک دین کامل که میتواند تمام گوشه ها و ابعاد زندگی انسان را احتوا بکند می نگریست. آنها معتقد به این بودن که اسلام دینی است که ما گذشته از اینکه مسائل عبادی، مسائل اعتقادی خود از این دین میگیریم، باید در زندگی ما، در تمام ابعاد زندگی ما، در مسائل فرهنگی ما، اجتماعی ما، در مسائل اخلاقی ما باید این حاکم باشد و ما از الگوهای اسلامی در این عرصه ها استفاده بکنیم و به حیث الگو و مثال زندگی خود قرار بدیم. استاد شهید برخلاف یک تعداد از علمای دینی گناه دید دیگه یا برداشت دیگه از اسلام داشتن، اینها وسعت دیدشان وسیع‌تر و افق دیدشان گسترده‌تر از این بود که اسلام منحصر در چارچوب مساجد، در چارچوب مدارس و یا در مسائل اخلاق خانوادگی منحصر بداند. اینها با الهام از سیره پیامبر اسلام و با الهام از روح اسلام و قواعد کلی و عمومی شریعت اسلامی، اینها اسلام را یک دین جامع و فراگیر می دانستند. این در عین حال پابندی یک مسلمان به نصوص و استفاده اعظمی از نصوص و مفادات نصوص، اینا اعتقاد داشتند که نصوص شرعی طوری نیست که تمام در تمام زندگی ما و شما وارد شده باشد،
بلکه نصوص شرعی نصوصی است که به حیث قواعد شرعی، قواعد کلی شرعی ما میتونیم که از او استفاده بکنیم. علمای هر عصر نظر و متغیرات عصر از او استفاده بکنن و این نصوص کفایت میکنه که ما در هر عصر اجتهادات داشته باشیم، اجتهادات به شکل فردی باشد و به شکل گروهی و جماعی. استاد خودش مینیسی یک عالم دینی که هم تحصیلات عالی برخوردار بودن، در رابطه و برداشتشان از دین و از نصوص دینی این کلگیش ممثل در حیات خود استاد ربانی تمثیل شده. از آنجایی که استاد مینیسی یک جوان مستعید این سرزمین پا برسه آموزش دینی میگذاره، در اولین روزه هایی که وارد مدرسه شریعه کابل میشه به اساس حکایاتی که خودشان میکنه، با وجود که سنن جوان هستن اما با جمعی از استادان به فکر عظیم میشن که اسلام مینیست یک دین نجات بخش که توسط جبرئیل امین علیه السلام از جانب آفریدگار الله جل علا شانه و پیامبر بزرگوار اسلام برای نجات بشریت آمده. پس ماها که میخواییم شاگردان این دین بزرگ و این دین نجات بخش باشیم، چگونه میتوانیم قبل از اینکه مردم با پیروی از این دین برای حاکمیت دین دعوت کنیم، خودمان چگونه میتوانیم این دین در وجود ما در زندگی شباروزی ما عملی گردد؟ زمان نخستین روزگار آدم میبینه که استاد مینیس یک جوان فریخته و مستعید و دارای استعداد سرشار و باورداشت از دین مبین اسلام در راه حاکمیت دین اسلام از نخستین روزگاری که وارد مدرسه شریعه می شود برای مبارزه و برای حاکمیت دین تلاش میکند. بینند استاد شهید با برداشت از نصوص دینی و مذهبی و آن چی را که از اسلام فرا گرفته کماکو تا وقتی که توانی بشری اجازه میده در زندگی عملی استاد حاکم بوده. به خاطر از این اولین مکلفیت یک مسلمان وقتی که به اسلام مینیست یک دین نجات بخش تعهد میکنه همیست که در راه حاکمیت این دین مبارزه بکنه و قبل از اینکه مبارزه را آغاز میکنه بعد اول با نفس خیش مبارزه کنه و آن چی را که به با او باور داره، اعتقاد داره باید در زندگی شباروزیش عملی شود که استاد خودش از بارزترین و شاخصترین چراهای نهضت اسلامی افغانستان است که سرانجام تا در آخرین مرحله بینه آن چی را که با خدا میثاق بسته کرده بود یقیناً خاتمه استاد بیانگر است که آن میثاقی را که با خدایش بسته کرده بود خداوند با آن میثاق استاد ثابت نگه داشت و آنچنان که در راه خدا پیمان بسته کرده بود و پیمان خود وفا کرد. بینند استاد خلاصه حرف این است که آنچی را که از دین برداشت کرده بود و به او معتقد بود و او در زندگی استاد عملی شده بود. نو څنګه چې استاد پروفیسور ان استاد دی دینی دغه زده شوی لایسم چې کله دی په مدرسه او په پوهنتون کې و د شریعت په فاکولته کې و هغه انګیزه عقیدوي دینی د دین د خدمت چې له ده سره وه او په څنګ د دې کې چې استاد نیازي شهید غلام احمد نیازي شهید چې هغه دی اولنی شاګرد دی استاد توانا و په دې عیسه کې نو دی په هغه وخت کې د دینی عقیدوي اسلامي او دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیثو پرینا کی دی متاثر و او دل هغو وقتا دی دین او دی دین دی احیا او دی دعوت پیسا کی حلی زلی شروع کردی وی نو هغا که دی دینی سی دی متاثر کردی و پزرها و شاگردان دی کوشش او دی رهنمایی او دی حلی زلو پیسا کی دغه عقیده او دغه فکر ته دعوت کړي او اوس په همغه ټینګه حقیده روان. از دیدگاه استاد شهید دین عبارت از یک سلسله اصول ثابت، اجتهاد متحول و فقه متغیر است
در این تعریف استاد شهید از دین توجه به عنصر زمان و مکان به صورت بسیار روشن و آشکارا دیده می شود. عنصری که عدم توجه به آن در سده های اخیر مسلمانان را از قافله ترقی و پیشرفت عقب نگه داشت. شهید استاد ربانی با عنوان یک اندیشمند اسلامی با هوش سرشار و ذکاوت عالی که داشت در طول حیات پربارشان متوجه این عنصر مهم و اساسی شده بودند و از همین رو گاهی همچنان نشد که با تغییر اوضاع رخش مبارزه سیاسی، فرهنگی و فکری ایشان توقف کند و یا هم در تصمیم